در سالهای اخیر علاقه مردم به ایجاد باغ‌های مدرن و تجارتی در ولایت هرات به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و زراعتی افزایش یافته. این باغداران اما از حکومت خواستار همکاری در زمینه بازاریابی برای محصولاتشان و مبارزه با آفات نباتی هستند. حاصلدهی بهتر نسبت به باغ‌های سنتی و شرایط مناسب آب و هوای ولایت هرات از عوامل افزایش رو آوردن مردم به باغ‌های مدرن و تجاری خوانده شده است. علاءالدین یک تن از این باغداران در صحبت با خبرنگار آژانس خبری پشواک می گوید که باغ‌های تجاری و مدرن نسبت به باغ‌های سنتی تمام روش‌های آن ساده‌تر بوده و همچنان کیفیت و کمیت حاصلات آن نیز بالا می باشد. به گفته این باغدار، حاصلات باغ‌های مدرن به مراتب بهتر و زیادتر از باغ‌های سنتی بوده و نیاز است که در بخش بازاریابی و فروش محصولات حکومت آنها را یاری کند. شما به چشم سر مشاهده میکنیم که همین قسمتی که من استادم این طرف غرب باغای سنتیه و طرف شرق که است باغ چیلهیه. باغ چیلهی نسبت به باغای سنتی کرده تمام روشی و راحت تر از اینه و کیفیت انگوری هم بالاتره. به خاطر از این و هم انگور هم زیادتر میکنه. شما تصویر داشتیم که انگوری زیادتر از این گپه و باغای سنتی کمتره، اما متاسفانه به سال امسال به اثر باراندگی های زیاد شل زیاده به باغا، شل سفیده که بعضی دیقانام و شما مشاهده نمی کنم و یکی هم همین درجه گرما که بالاتر از 40 درجه چند روز ما و شما شاهده ازی هستیم که در هرات ما و شما بالاتر از 40 درجه شد که انگور ما بگیم شاید 20 تا 25 فیصد انگور ما را از بین ببرده. عبدالستار یکی دیگر از باغداران تجاری با مدرن گفت که زراعت مکانیزه نسبت به زراعت عنعنوی رشد و حاصلدهی خوبتر و بهتر دارد که به گفته وی در این زمینه نیاز است تا دهقین بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. باید بازاریابی به این رشد باشه، باید دهقان حمایت شه. از مسئولین امیدوار چی آرزو دارین که اینا خواهش مهمینه که اینا باید بازار رشد بدن. مثلا وارد کشور دیگر نشستای دیشته باشه در رابطه به اینکه کشاورز اونو پشتیبانی کنه از هر لحاظه که کشاورز بتونه دلگرمی زیاد دیشته باشه برای عرصه بازار رو کنه که مثلا قیمت کشمش بره بالا به جای ازی که ما فایده خوب ببینی نقص نکنیم. این چیز نتیجه باقا چندین برابر میشه. خود ما شما میفهمی کشاورزی که به شکل عنعنوی باشه وقت زیاد میبره، مصرف زیاد میشه، عایدات کمه. با میکانیزه که باشه مثلا وقت کم میبره، رایتی هم هسته، چی هم زیاده، حاصلات هم بیشترتره. خب الان این پشتکار هم ماهی که مثلا از اینا باید حمایت بشه از کشاورز. از کشاورز حمایت نشه، چی از لاز کد باشه، چی از لاز بازاریابی باشه، او دلگرمی داشته باشه. بله کوچکترین خدمت میتونه باعث بزرگترین کمک بریم و بشه از هر لازه. و ما خواهشمندیم که کمک آخر ادامه مثلا یک کشمشخانه دولتی خیلی بیترتر از یک کشمشخانه گیلی باشه. منظور اونجا که هست گیلی خود شما میفهمید وقت زیاد میبره، بسیار از کشمش ها خراب میشه. اینجا که هست بیترتر مردم برای آسایش خود خواهم از او استفاده میکنه. مثلا نمیده که خود شما میبینیم ای تا بر ریسمان یا تنو باشه بیشتر از کشمش های خوش انگور مورینا میگیرن تلف میکنن، ولی این راحته. از سوی هم بشیر احمد بهادری رئیس اتاق زراعت و مالداری این ولایت میگوید که طی دو سال گذشته مردم هرات به باغ‌های تجارتی رو آورده و حاصلات خوبی نیز برداشت نمودند. رئیس اتاق زراعت و مالداری ولایت هرات با پذیرفتن آفات نباتی بیان داشت که وقت محصولاتشان افزایش یابد طبعا آفات زیاده را هم با خود دارد و در این زمینه ورکشاپ‌های برای جلوگیری از آفات برای دهقین برگزار شده است. الحمدلله امسال یا یک دو سال میشه مردم ما بیشتر و خصوص دیقانای ما، باغدارای ما به انگور رجوع آوردن، یعنی به باغداری به خصوص در بخش چیله. چیله نتیجه خوبی داده در هرات، بیشترین انگور از چیله ها می حال برداشت میشه. کسایی که چیله به خصوص به شرق شهر مردم ما زیاد چیله کش کردن و مسئول بسیار خوبی برداشت کردن. طبعا مسئولدهی افزایش پیدا میکنه. وقتی در گذشته باغات به شکل سنتی بود، اما الحمدلله رو به میکانیزه پیش میره، میخواه سنتی باشه. بیشتر باغدارای ما تلاش میکنن تا انگور صادراتی کش کنن.
تا برداشت بیشتری داشته باشن. و باغدارای ما فعلا در کل به هرات تلاش زیاد دارن تا باغای اینا به شکل صنعتی برداشت کنن. طبعا وقتی که محصولات زیاد داشته باشیم آفات زیادی هم داریم، به خصوص امسال که سال گرمی بود بیشتر آفات داشته و اتاق محصولات زراعت و مالداری نهایت تلاش خود کردن تا یک زمینه فراهم کنن که باغدارای ما بتونن از آفات به اصطلاح سامپاشی کنن، برای از اونا ورکشاپ های دایر شه تا بتونن باغای خود از آفات نجات بدن. با این همه مولوی محمد نسیم سر، آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات میگوید که این ریاست همیشه برای دهقین و ورکشاپ های لازمه را برگزار نموده و به خاطر جلوگیری از آفات در هر ولسوالی متخصصین موجود بوده که وظیفه‌شان نیز رسیدگی و جلوگیری از آفات میباشد و در این زمینه از باغداران نیز میخواهد تا به موقع با این ریاست در تماس باشند. نوین باغو یا مدرن یا تجارتی باغو پر رابطه بندی موږ ویلی سو چې تقریبا څه باندې زر هکتار مځکې باندې موږ مدرن باغونه لرو او دا جوړ شوي د موسساتو او د نورو پروژو د لورې څخه دي چې پلان په بعضو ولسوالیو کې وجود لري. بله شکه داسې باغونه تاسو ته خپله معلومیږي کوم باغ چې مدرن وي یا تجارتي وي یا هغه په مسلکي شکل باندې جوړ شوی وي، د هغه حاصل دی هم دغسې ده چې هغه چشمګیره افزایش لري. د ورکشاپو په رابطه باندې اداره زراعت همیشه کوشش کړی دی او تاسو ته هم معلومیږي چې و د حقینو ته قسمه قسمه ورکشاپونه ورکړي دي او د اوس لپاره هم ځینې برنامې شته چې هغه به د حقونو ته موږ آموزش ورکوو. او علاوه می کند که میوه‌جات تازه اگرچه در سطح هرات بازار کمتری دارد و انگور زیاد در این ولایت موجود است، آنان با برگزاری نمایشگاه‌ها و استفاده از محصولات زراعتی داخلی در محافل توانستند حداقل زمینی کوچک بازاریابی را در داخل فراهم سازند و در این رابطه در تلاشند تا میوه‌جات افغانستان به خصوص ولایت هرات به کشورهای خارجی نیز صادر شود. همیشه کوشش کړی او جلوگیری د داسې آفاتو مو کړی ده او موږ په هرې ولسوالۍ کې موږ متخصصین لرو، مسلکي کسان لرو، د هغو د لورې څخه موږ د دهقانو باغونه همیشه نظارت کیږي او کله چې یو آفات پیدا شي د پتن هغه وی همکاري ورسره کوي، هغه نقصه ورته نوشته کوي او هغه راهنمایي ورته کوي چې ته دغه طریقه انتخاب کړه تر څو وکولای شي د دغه آفات مرض مخ ونیولی شي. او موږ ودیو ته همیشه کوشش کړی او په دغه بخشو کې مو کشمشخانې هم ورته جوړې کړي دي چې د زموږ حاصلات د انګورو چې زیاتیږي هغه به بیا کې په کشمش تبدیلیږي او داسې نور لکه سردخانی د هغو پیشنهادونه مو هم کړي دي و د حقونو ته مو هم دا خبره کړې ده او تجارو ته مو هم کړي ده چې هغه هم په دې بخش کې سرمایه ګذاري وکړي او موږ هم انشاءالله خپل وس و توان په دې رابطه باندې نه درېږو او همیشه کوشش کوو چې د دوی سره همکاري. با گفته مسئولین در حال حاضر بیش از 1000 هکتار باغ‌های مدرن یا تجارتی در هرات موجود بوده که سالانه میوه‌جات مختلف نو از آن به دست می‌آید. علاقه مردم در هرات به ایجاد باغ‌های مدرن و تجارتی افزایش یافته است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.